سلام آقای مغازه، میشه شیر و چند تا پوشک بدین؟ بله، صبر کنید تا برم براتون بیارم. یکم زودتر، آخه من خیلی عجله دارم، چون این کوچولومون تازه به دنیا آمده، باید برم پیشش. پس مامانتون کجان؟ مامانم رفته بیمارستان، بابام بردتش، رفته نینی رو به دنیا بیاره دیگه. مامان بابا میگن من باید نینو رو بزرگ کنم. حالا نینتون چی هست؟ مامانم گفته به احتمال زیاد پسره، ولی معلوم نیست، سالم باشه هرچی میخواد باشه. بفرمایید اینم شیر و چند تا پوشک، بفرمایید اینم پولش. خدافز خانوم. گریه نکن، گریه نکن، الان بهش شیر میدم. اصلا بسو عوضت کنم، شاید جیش کردی. ببینم چی کار میکنی. صبح بخیر. ای کسی خونه نیست؟ او آخه وای قلبم، منو میترسانی خوشگل خانم. ترسیدی فکر خوابم؟ بچی که ترسیدم، یه خبر خوب بهت بدم. چی؟ داداش کوچولوت بالاخره دنیا اومد. دیدیش؟ آره، این قده بود، کوچولوی کوچولو بود. پس چرا نبردش خونه؟ آخه به من ندادنش که، قربونت برم الهی، گفتن خواهرش باید بیاد ببرتش. خوشگل بود؟ خوشگل که آره، ولی به خوشگلی تو که نمیرسه. تازه ببین چی برات آورده. آخ جون، دوستش داری؟ آره خیلی. داداش از کجا میدونه که من از اینا دوست دارم؟ حتما میدونسته دیگه. من چیزی نمیدونم. تو چیزی نمیدونی ناغلا. تو به اسرار کاری نداشته باش ناقلا. باید برم سر کار. صبحونه خوردی؟ آره صبح زود خوردم. شما میخوری؟ دوست دارم بخورم، ولی دیرم میشه. بابا خانوم. بابا میشه امروز نری سر کار؟ نه دخترم، نمیشه، باید برم. پس کی میریم پیش مامان و داداش؟ من میرم و زود بر میگردم که با هم بریم بیمارستان. تازشم مامان بزرگم اونجاست. آخه دیشب منو نبردی اونجا. اول اینکه نصف شب بود، شما خواب بودید. دوم اینکه اصلا ممکن بود شما رو تو بیمارستان راه نده. بابا بغل نمیکنی. کوچولو شدی؟ خب نش برم بی ببینم. بابای جونم، چه میریم پیش داداشم؟ گفتم که دختر قشنگم، خیلی زود. به محض اینکه من زود برم سر کار، زودی بیام، بریم بیمارستان، بریم پیش مامان بزرگ، بریم پیش مامان، بریم پیش داداشی. خوبه؟ ببینم، فکر کنم شما دارین یک کمی بهانه میگیرین، درسته؟ آخه من از تنهایی میترسم.
الهی قربون دختر ترسوی خودم برم. تازه تو قرار مواظب داداشت هم باشی. میمونی خونه؟ عزیز دلم، تو که دختر شجاعی بودی میموندی خونه که، ها؟ چی شده؟ خب دیدن که دوز اومده. دیشب؟ چند شب پیش. پس چرا تازه داری میگی؟ آخه صبح زود یادم افتاد. عزیزم تو نباید بترسی، خوابه، خواب تعبیر داره، دوروبر اونم پر از همسایه است، درهای خونم که محکمه، پس دوز نمیتونی بیاد تو خونه. بابایی حالا نمیشه نهی سر کار؟ نه نمیشه، چون اون وقت اخراجم میکنن. نه نمیتونن، مامان میگه با این همه سابقه کار نمیتونن اخراجت کنن. خب حالا من باید چی کار کنم تا تو راحت بگیری بخوابی؟ قصه بگو. خب من که قصه بلد نیستم، نمیشه تو خودت بخوابی تا من زود برم و بیام. ها؟ باشه. یه شبی از شبای خدا. اولشو یادت رفت. اولش چی بود؟ یکی بود یکی نبود. آها، خب یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه شبی از شبای خدا که ماه وسط آسمون بود، همه مردم تو خونه هاشون خواب بودن، یه آقایی که میخواست از یه خونه دزدی کنه از دیوار اون خونه رفت بالا. ولی آقا دزده قصه ما یه مشکل بزرگ داشت، اونم این بود که قفل هیچ دری رو نمیتونست باز کنه، برای همین همیشه مجبور بود از روی دیوار بپره پایین.
دنباله ای میگردی؟ یه خورده آروم در امکان داره بقیه بیداشن، میفهمی؟ کسی تو خونه نیست که بخواد بیدار بشه؟ یعنی ماما، بابا، خواهر برادره؟ ایش که تو خونه نیست؟ خواهر برادر ندارم. یعنی چی؟ بابایی، مامانی؟ دوم رفته مسافرم، مامانم رفته سرشان. یعنی تو خونه تنهایی؟ بده من پسر گلم، تو الان باید خواب باشی. من خوابم نمیام. تو کی هستی؟ من دوست باباتم. دروغ میگی، تو دوستی، من اینو میدونم. تو اگه دوزودی این نقاب دستی؟ آره عزیزم، همه دوزو نقاب دارم. بابام گفت هر بازی که میخوام با هم بکنی. آره بابات گفت هر بازی که میخوای با تو بکنم، فهمیدی؟ با این چی کار داری میکنی تو؟ اه؟ چی شده؟ هیچی عزیزم، فقط بعد چراغ خاموش باشه. دی گفتم تو دزدی. بابام نگفت که برمیگرده؟ چرا؟ فردا، پس فردا گفت بهش چیز میکنم، تلفن گفت بهش میزنم. همیشه همینو میگه ولی تلفن نمیزن. این مادرت کی از سر کار میاد؟ صبح تو بیمارستان کار میکنه، با خانم دکتر و بچه به دنیا میاد. کار خوبی میکنه. چی شده؟ اون شلوارت پاره است. اصلا چه معنی داره که تو به شلوار بزرگتر خودت بخندی؟ اه. حیف که امشب مادر بزرگم مریض بود، نتونست بیاد و گردن شلوارت وسط میدوخت. مادر بزرگه؟ آره. حالا ممکنه حالش خوب شه. نه
بابا اون الان گرفته خوابیده. من الان میام. کجا میری؟ الان برمیگردم. چه بچه یه نفر. کجایی پسر جون؟ زدی. چه قفل خرسی مهتاب لا 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 ای لا 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 ای زهر مار امو امو در باز نمیشه امو من این تو گیر کردم
بچه جون چی شده؟ اما خیال کردم تو رفتی. نگران نباش بچه جون، در توالت خونه ما هم گاگوداری گیر میکنه. حال مهمی که وقتی خراب میشد چیکار میکردی؟ هیچی، انقدر ساکت و آروم وامیستیم تا چی؟ دره درست بشه. حالا گوش کن ببین چی میگم بچه جون. یه صندوقچه گوشه اون اتاق هست. به اون دست ندم، اونم عصبانی میشه. تو نمیخواد به من بگی من به چی دست بزنم به چی دست نزنم. تو فقط به من بگو جای کلیدارو میدونی کجاست یا نه؟ میدونم ولی بهت نمیگم. برای اینکه کافیه به اون صندوق دست بزنم که دوستم نداره. مامانا همیشه بچه‌هاشونو دوست دارن. از این حرفام زیاد میزنن. بعدش هم آخرش هم قربون صدقه بچه‌هاشون میرن. حالا پسر گلم به من بگو که کلید کجاست. کلید کجاست؟ جای کلیدا رو میگی؟ نمیتونم بگم، مامانم دعوا میکنه. پس اینقدر اون تو بمون تا خفه شی. اما بابام دیگه همینطوری با ما حرف میزنی. امو دعوا کن. میشه میاد خونه؟ آره دل پاپس میشه میاد خونه. اون دفعه هم که مادر بزرگ نبود ما اونم زنگ زد خونه. کجا؟ ببین من نمیتونم جواب تلفن رو بدم، تو باید بری جواب تلفن رو بدی، ولی به شرط اینکه هرچی من میگم به مامانت بگی. خب الو سلام. خوب گوش کن ببین چی میگم. فهمیدی؟ بابات به من سفارش کرد که مامانت نفهمه من اومدم اینجا تا صبح با تو بازی کنم. فهمیدی؟ برای چی؟ خب برای چی نداره که؟ یعنی ببین اینم خودش یه بازیه. چه بازی؟ آه ببین یعنی بابات میخواد تو رو امتحان کنه. حتما به مامانت گفته. حتما به مامانت گفته، ولی به من سفارش کرد که به پسرم بگو چی؟ به مامانش نگی که تو اومدی اینجا، میخواد تو رو امتحان کنه. یعنی بابام ناراحت میشه؟ آفرین آفرین، یعنی بابات ناراحت میشه دیگه، حقم داره دیگه، میخواد تو رو امتحان کنه. حالا نگاه کن گوشی رو ور میداری قشنگ. خب به مامانت میگه چی؟ من تنها هم، هیچ کسم پیشم نیست. خب الان هم خیلی خوابم میاد. خب الان سلام ماما، خوبم؟ گوشی میگه چرا گوشی قطع کردی؟ بگو گوشی از دستم افتاد. از دستم افتاد. آره مادر بزرگ امروز نایمد پیشم. بگو چی شد؟ خوابم یاد دستشی دارم، یعنی هم تیشتم هم خوابم. قول میدی تا صبح با هم بازی کنی؟
اعتقاد دادی ها. خدا الو ماما، خیالت راحت باشه، اینجا هیچ خبری نیست. باشه قبل از خواب میرم دستشی. خدا حالا بازی. اول بگو کلیدا کجاست؟ نه اول بازی. ای بچه اول میگم کلید صندوقچه رو بگو کجاست؟ هم بازی هم کلید. وقتی نزدیک میشم باید بره بالا. میتونم. بچه هیچ موقع بالا نمیره. بلکه نزدیک نمیشی. ببینم تو میدونی تو اون صندوقچه مامانت چی گذاشته؟ نه. یعنی ممکنه طلاهاشو گذاشته باشه اون تو؟ نه طلاهاشو یه دیگه میذاره. یعنی کجا میذاره؟ تو با طلاه مامانم چیکار داری؟ ببین یه دفعه بهت گفتم پسر جون، بابات به من سفارش کرده که من مواظب طلاهای مامانت باشم، اونا رو پیدا کنم بذارمش یه جای امن که یه وقت آقا دوزه نیاد سراغشون. نمیدی؟ چی شد؟ هنوزم نرسیدم بهش؟ ببین پسر جون، این بازی یه شرط داره. اگه من جای کلیدا رو پیدا کردم، تو هم باید جای طلای مامانت رو من بگی. قبول. ببین آخه عزیزم، یه راهنمایی بکن پایین حواس کجاست؟ نورچ
ببین بچه جون، یه ساعت منو مچل خودت کردی. بگو کلیدا کجاست؟ آخه عزیزم همه چی که بازی نمیشه، دو دقیقه جدی باش. حالا درسته من رفیق بابات هستم، گفته با تو بازی کنم، منتها باید حتما طله های شما آدم بزرگا همیشه سرم و بچه و گول میمالید. تو هم دست دادی، گول دادی، ولی به قولت دمن نکردی. من نمیدم مانم تلاشو کجا میذاره، فقط میتونم کید صندوق چه گجاست. به یه شرطی بگیم، به شرطی که به مانم نگی من جای کیده به نشون دارم. امو جان، امو مرگ و امو گیت هم جا سوان باری. آی باری کلا امو جان، این بچه ها وقتی به حرف بزرگتراشون گوش میدن ها، بزرگ که میشن یک چیزی میشن. آی امو تو چه کاری؟ من چتر بازم امو جان، یعنی خلبانم. تو یه خلبانی؟ آره عزیزم خلبانم. حالا یه دقیقه برو کنار، یه دقیقه برو کنار ببینم. من سوال هواپیمات میکنی؟ برو کنار یه دقیقه. آخه عزیزم این که قفله، کلیدش بس کو. اگه میتونی پیدا کن. آخه بچه پررو، من وقتی عصبانی میشم ببین کوچیک و بزرگ و دختر و پسر هیچ حالیم نمیشه، فهمیدی؟ میکشمت، فهمیدی؟ کجاست؟ دم شما گرم. این کلید کجای انباریه؟ پسر جون بنداز، بازی گوش نکن، بنداز تو بینم، بنداز این تو. وقتی کلیدو پیدا کردی میای با هم بازی کنی؟ صبر کن ببینم بچه جون، میگم این مادر شما عجب زن بیکاریه ها. میگم میخوای به مامانت زنگ بزنم ازش تشکر کنم به خاطر اینکه کلیدا رو میذاره یه جا، قفلا رو میذاره یه جا؟ امو تا پیمان جنگی داری مسافر بری. ببین موقعی که جنگ باشه جنگی رو میبریم، موقعی هم که جنگ نباشه مسافر میکشیم. میای خلبان بازی؟ الان حوصله ندارم، بذار اعصابم سر جاش باشه، برو اونور بابا. بعدم میای؟ بعدش مال بعدشه، الانم الانه. ببینم مگه تو به من نگفتی که مامانت گفته تو نباید تو این صندوقچه رو نگاه کنی؟ مامانم گفته اگه دست بزنی دوست هم نداره.
آفرین. حالا پسر گلم حرف منو گوش کن، برو اون گوشه، برو اونجا واسه توی اینم نگاه نکن، برو برو. تو به من گفتی نمیدونی طلای مامانت کجاست؟ آره ولی من میدونم کجاست. اما اون لباس خلبانی داری؟ اما میای بازی؟ من که کلیدو بهت دادم، حالا نوبت بازیه. ببین بچه جون، من اصلا حال و حوصله بازی کردن با بچه ها رو ندارم. بعد اون وقت اصلا تو سن و سال تو نیستم که با تو بازی کنم. فهمیدی اینو؟ عمو تو به من قول دادی. ببین قول رو بذار در کوزه آبشو بخور. عمو به بابا میگم با هم بازی نکردی. برو به هر کی دوست داری بگو بابا. برو. عمو من باید قرم. به جهنم. برو برو. که نیسته. میدونی چیه؟ من که میدونم الان تو دلت داری میگی این رفیق بابای ما هم عجب آدم مزخرف و گند دماغ و عوضیه. درسته؟ همینا رو داری میگی، من خودم میدونم. ولی باور کن اون موقعی که من به تو گفتم من با بچه ها نمیتونم بازی کنم، خیلی عصبانی بودم. اصلا حواسم نبود چیه که چی دارم میگم. دهنت به ما آدم بزرگا. ولی میدونی چیه؟ الان تو فکر این بودم که به مادرت بگیم هر موقع میره سر کار بگی به مادر بزرگت نگه بیاد پیش تو، من خودم میام اینجا و تا صبح با هم دیگه بازی میکنیم. ها؟ آخه میدونی مادر بزرگت هم دیگه سنی ازش گذشته، خب خوب نیست آدم اذیتش کنه مزاحمش بشه. ها چطوره؟ خوبه؟ ولی ولش کن، تو که با من قهری، هیچ موقع با من تا صبح بازی نمی کنی.
این هم شانس منه دیگه. هر وقت اومدم با یکی رفیق بشم، دوست بشم، زرتی با همون قهر کرد. رفیقم رفیقای قدیم. عمو جان عمو، تو چجوری خلبان شدی؟ یعنی دیگه الان ما با هم آشتی هستیم؟ تو اگه بگی چجوری خلبان شدی؟ آها ببین چیزه، من یعنی یه دایی مامان دارم که اون خلبانه، بعد تا به سنا که میشد میرفتم پیشش کار میکردم، اونم به من چیکار کرد؟ خلبانی یاد داد. بعد همه به من الان میگن اوستا خلبان. چی؟ اوستا خلبان. تو این درس خلبانی نخوندی؟ خب درسش رو که چرا؟ خوندم، ولی یعنی میدونی چیه؟ من دیپلممو تو دبیرستان معرفت چهار آب سردار گرفتم. درس که خوندم که. طلا رو پیدا کردی؟ نه یعنی تو میدونی طلا کجاست؟ من بچگی دوست داشتم خواننده بشم، ولی حیف که دایی مامانم خواننده نیست. خب اگه تو دوست داشته باشی من میتونم یادت بدم که خواننده بشی. ای تو بلدی؟ نه بابا، ما آخر خوانندگی هستیم. تو چی دوست داری برات بخونم؟ دوست داری برات بخونم؟ حالا بشین و نگاه کن ببین چی کار میکنم برات. خدمت یکایی که شما عزیزان سلام عرض میکنم و دوست دارم که شبی به یادماندنی رو در خدمتون داشته باشیم و یک حالی و هولی با همدیگه بکنیم. برو بریم پایه رو. میخوای معروف بشی کوچیک و بزرگ امضا بگیرن، اگه یه روز ازت خبری نشه همگی بمیرن، هر جا که میری به احترامت همه سرپا، بازیگری و خوانندگی سلطان قلبا. دوست دارن همه جماعت، نیم نگاهی هم به ما بکن گلی به جمالت. حجره تو قد طلا میارزه، هر جا که میری دلا برات میلرزه، آواز خونه معروف شریعت زبزه، یه سبت روی سرت گل بریزم واسه نواره من تف میکشن جلوی مغازه، از مسافرت برمیگرده؟ چرا؟ یعنی موقعی که بلیط گیرش بیاد. آخه میدونی میخواد با هواپیما بیاد که زودتر به تو برسه. عمو جان عمو، نمیشه با هواپیما خودت با همون برسونی؟ چرا؟ ولی هواپیمای من یه ایرادی داره، این موتورش یه مشکلی براش پیدا شده. خب سپردمش دست میکانیک که ایشالله هر موقع خوب بشه میگیریم دوتایی با هم دیگه میریم دنبال بابات. خوبه؟ ولی اینو باید بدونی قبلش باید طلاهای مامانو پیدا کنیم که برای بابایی ببریم. خب تو فکر چی بودم؟ تو فکر چی بودی؟ تو فکر اینم که با اون رفت مسافرت در نگشت، من خودم با هواپیمای خودم برم بیارمش. خلبانی هم یادت میدم، ولی به شرطی چی؟ اول طلاهای مامانو پیدا کنی. خب؟ آفرین. من دلم میخواد یه خلبان بشم.
از برج مراقبت به تو ای خلبان، خلبان فشار بده به گاز، خلبان شروع کن به پرواز، خلبان نکن واسه ما ناز. به 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 چه هوای صافی و بی درد سر، این مسافرا پیر و جوون دختر و پسر، برا دعا میکنن کوچیک و بزرگ از دل و جون، امیده همشون بعد خدا توی خلبون. سلام عرض میکنم مسافرین محترم، بنده شما رو به روی ابرا میبرم، این کیف و لباس و دک و پد منو میبینید، محکم به روی صندلی هاتون بشینید، اگه یه وقت هوا ابری بشه نباشه آرو، طوفان بیاد و تگرد بیاد هم برف و بارو، یا مسافرها یه دفعه بگن در چه خیاله، آقای خلبان آتیش گرفت موتور کناری، جون همه یه مسافرها تو دستای توست، یه وقت نترسی و دست و پاهادی هایی بشه سوست. محکم بروی صندلی ها جمال شما رو عشق است. عمو جانم راست میگی، خلبانی خیلی سخته. آفرین پسر گلم، آفرین. الان دیگه باید بریم طلای مامان رو برداریم بذاریم یه جای امن که دست آقا دوزه بهش نرسه. عمو جان عمو، اگه من دوز بودم چی میشد؟ نه تو رو خدا دیگه بسه، دلم میخواد یه دوز بشم، سپر و درنگ و فرس بشم، یه دوز خوب مثل زرو، پوله رو وردار و برو، نقاب بذارم رو چشم، دهنه ی اسبو بکشم، نقاب بذارم رو چشم، دهنه ی اسبو بکشم. اینو یادت بمونه، جاد آخره زندونه، زورو بوده تو قصه، یه قصه یه بی قصه، زندگی اما راسته، دزد و هیشگی نخواسته، دزد دل خوش نداره، همیشه اصاباره، زندگی اما راسته، دزد و هیشگی نخواسته، دزد دل خوش نداره، همیشه اصاباره. آی خانوما، آی آقایون، هرگز نشید دل نگرون، چون که پلیس همیشه هست حافظ و پول و جونتون، پلیس عجب زرنگه، تو دستشم تفنگه، با اون تفنگ میتونه با دزدا خوب بجنگه. تو شو دوز، من میشم پلیس. من نمیتونم بازی کنم. خودت گفتی پلیس بهتره. نه میافتی تکه نده، یعنی که قرار باشه من دوز باشم و یه چیزی باشه که ما برداریم بریم، یعنی طلای مامانم بدازی؟ مثلا یه همچون چیزایی. آره میخوایی وسط بیارم؟ خب اگه میخوایی بازی کنیم باید بری ورداری بیاری دیگه. بالاخره گرفت. اینم طلاها، حالا میشه دوست خونه ما. باریکلا، اینا همشه؟ آره همشه. بابا جمال شما رو عشق است، حالا شما میشه یک پلیس متشخص، بیا منو بگیر. آی سیاهی از اون بالا بپر پایین همین حالا، دستو از پا خطا نکن، تکون نخور دستو بالا. ای وای نزن سرکار جون، تسلیم میشم من آسون، نه من چیزم یه دوستم، دوست که نه مامور پستم. که پست چی هستی؟ پس رو دیوار واسه چی هستی؟ وقتی موندی تو زندون از کارات میشی پشیمون. سرکار جون تو تقصیر اون رفیق بد بود، این چاکرتون تو هر کلاس دو سه سالی رد بود، من دلم میخواست پلیس بشم نزای زمونه، رفتم پی هر کار خلاف پیچک و چونه، واسه پلیس شدن مهندسی یا خلبونی، با سر کلاس زرنگ بشی دست تو بخونی، واسه پلیس شدن مهندسی یا خلبونی، سر کلاس رنگ باشی دست تو بخونی.
جان عمو. نه یه بازی. چه بازی؟ چه بازی بلدی؟ من فقط قایموشک بلدم. پس اول نوبت توی که باید چشم بذاری. پس تو برو قایموشو من چشم بذارم. برو دیگه. پس من میام قایمشم چشم بذار. باش. ده، بیست، سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد. آقا دزده قصه ما آخرین نگاهشو به خونه انداخت و تو دلش با پسر بچه خداحافظی کرد و از دیوار خونه رفت بالا. بابا دوست قصه ما رفت. آقا دوست قصه ما میخواست از روی دیوار بپره و از اون خونه بره. ولی چی؟ خوب همه جا رو بگرد، این کوچه تاریکه. یه به من نمیخواد بگی چجوری بگردم. بعد 20 سال این چشما عین چشم گرگ میمونه. چک جناب سروان، معذرت میخوام. جناب سروان درد و جناب سروان پول معاف میگیری پشت فرمون میشینی باید هم مسخره کنی. یه پایین کار کن. ای بابا مگه چیه؟ بابا تو هم به من بگو جناب سرهنگ چرا ناراحت میشی؟ جناب سرهنگ پنچری آقای لالای لای آقای محترم من دیگه کارم تموم شد الانم موقع استراحتمه. چاکرم علکی نوکرم بی خودی. من برنده شدم.
جونم باز نوبت توی که بعد چشم بذاری. باش چشم بذار دیگه. باش. ده بیست سی چهل پنجاه. امو تو مشنت نیست؟ میپزم برات هرچی که میخواد دل تنگت، فلفل میریزم من توش قرمز بشه رنگت، فوری تو بگو حالا چنجه یا که قیمه، من سه سود برات بپزم جوجه یا که قرمه. ها 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 ما کارونی میخواد بگونه کش خجالت، اونقدر بشه خوشمزه بخوری دست و بالت. ما کارونی میپزی اوستا ولی شبیه نیم روست، میبخشی اینو گفتم نگو طرف چه پر روست. های 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 خوری با این غذا انگشتاتو، بپر بشور قبل غذا دستاتو، تا که بچینم میز و ماهرانه، شام بخوریم یک شوم شاعرانه. آهای نخور فقط تو زرده ها رو، بکشم من همه پرده ها رو، و چه غذایی دل ما رو برده، رود بزرگ کوچیکم رو خورده. دستت نکنه درد ای اوستای آشپز، برای دفع بد بپز ماکارونی آپز. های های میشه. آره عزیزم، اگه مامانت من صبح بیاد اینجا ببینه اوضاع خیلی بیریخ میشه. بیریخ یعنی چی؟ یعنی اینکه اول پدر صاحب منو در میاره، بعدم با تو دعوا میکنه. اون وقت من میتونم بگم تو رفیق منی نه بابا، وقت که کاری با امون نداره. بچه تو خوابت نمیاد، دیر وقت پاش برو بگی بخواب. تو بچه بودی با کی بازی میکردی؟ با بچه محلامون، با یکی بازی. من الان چی میدونم با کی بازی میکردم؟ بابا چی؟ باد بازی نمیکرد؟ بابای من گرفتار تر از این حرفا بود که با من بشینه بازی کنه، حال حوصله نداشت که. شبا چی؟ شن میمن؟ بعضی از شبا. قصه‌ام رو ساعت تعریف میکرد؟ بابا بابای ما خودش قصه خودش بود، تو هم حوصله داری الان؟ آه. ببین پسر جون، من الان اعصاب معصابم در و داغونه، حال حوصله حرف زدن با هیچ کسی هم ندارم. مامانم وقتی اعصاب معصاب نداره تنهایی میره بالا پشت بو گریه میکنه. چرا آدم بزرگا اصلا مصاب ندارن؟ تو گفتی مامانه چیکار میکنه؟ میه بالا پشتمون تنهایی با خودش گریه میکنه. چرا این به فکر خودم نرسی؟ بابا تو خیلی باحالی. تو هم میخوای بری بالا پشتمون تنهایی گریه کنی؟ آره منم دلم گرفته، تو هم دیگه دیر وقته، پاشو برو بگی بخوا. امو پشت بو همون طرفه. میدونم عزیزم، شما برو من میام.
چرا اونجا میای تو؟ اگه اون در قفل نبود؟ قفلش خرابه. خب عزیزه دل من، خب به مامانت بگو یه نفر برداره بیاره این در قفلش رو درست کنه دیگه. بعدم الان دیر وقته، برو بگی بخواب، منم کار دارم. ببین من میخوام تنهایی برم بالا پشت بوم، کار دارم، دنبال من نیا. خب یعنی میخوام برم گریه کنم. گریه میکنی؟ نه عمو جان، مردا هیچ موقع گریه نمیکنن. بابام بچی تا فرستاد که با من بازی کنی. نمیدونم. آها، شاید به خاطر اینکه تو رو خیلی دوست داره. بابام اگه من دوست داره چه بر نمیگرده پیشم؟ ببینم، تو گفتی که بابا چند وقت رفته مسافرت؟ مامانم میگه از اون وقتی که من به دنیا اومدم بابام رفته. اوه، پس تو خیلی وقته که مرد خونه هستی، دم شما گرم. عمو، من میبری پیش بابام؟ خب من باید بدونم که تو با بابا چی کار داری؟ من میخوام بغلش کنم بهش بگم برگرد. من تمام این حرفاتو بهش میزنم، قول بهت میدم، ولی چی امو؟ ببین پسر جون، همه باباهای دنیا دوست دارن که از مسافرت برگردن پیش بچه هاشون، منتها یه سری ها بلیط گیرشون میاد و بر میگردن، یک سری هم نه. بابای منم رفت مسافره ولی دیگه بر نگشت، یعنی بهش بلیط ندادن. بچی پیاده بر نگشت؟ برای اینکه نمیتونست، برای اینکه خیلی راهه. اونم مثل خودت خلبان بود؟ نه، راننده بود، شوفره یک کامیون قدیمی. بستم خیلی وقتی مرد خونه ای. راستش بابات بهم گفت ممکنه هیچ موقع بلیط گیرش نیاد، ممکنه مجبور بشه برای همیشه اونجا بمونه. بابام منو دوست ندار. نه پسرم، بابا تو رو خیلی دوست داره، اندازه یه دنیا دوستت داره. انقدر تو رو دوست داره که به من گفت پسرم هر کاری داره براش انجام بده. خودش بهت گفت؟ آره، اصلا تو خیال کن من باباتم، هر کاری داری بگو من برات انجام بدم. بابا دوستت دارم. من نمیخوام مرد خونه بشم، مامانی هم نمیخوام. دوست داری تو پیش ما باشی. بابا دوستت دارم. تو این سینه یه دنیا غم نشسته،
ز دست نارفیمی دلم شکسته. لا 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 تو این سینه یه دنیا غم نشسته. ز دست نارفی دلم شکسته. خنجر زده از پشت سر زمونه. ببین که عشق تو چشمم حلق بسته. لا 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 لا. یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه. اگه با من رفیقی میگو یک دل هستی، به این رفاقتت اگه تو دل بستی، نوکرتم تا آخر زمونه، کلید قلبمو میدم دو دستی، نوکرتم تا آخر زمونه، کلید قلبمو میدم دو دستی. لا 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 لا.
چیه؟ میخوای بری توالت؟ بس که تو خواب راه رفتی. چرا خاموش نکن؟ مامانم رفت، بیا بیرون. امو نمیشه نری؟ نه من باید برم، ولی قول میدم که بیام به سر بزنم. کی هرپه ما درست میشه؟ معلوم نیست، شاید هیچ موقع درست نشه. اگه درست نشه چیکار میکنی؟ اگه درست نشه میرم دنبال یه کار دیگه. یعنی ممکنه بریم مسافرت؟ خب من باید برم دیگه عزیزم. عمو من خوابم نمیبره، واسم قصه میگی؟ باشه، ولی قصه های من همش راست راستکی ها. یه پسری بود. امو اول قصه نگفتی. باشه تو چشماتو ببند، من از اول برات تعریف کنم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه پسری بود که خیلی دوست داشت خلبان بشه، یا شایدم میخواست پلیس بشه. خلاصه یه شغل آبرومند و با کلاس داشته باشه. تا اینکه یه روز بابای این پسر رفتش مسافرت. بابای قصه ما هیچ موقع از مسافرت بر نگشت. پسر قصه ما هم تنها شد، تنهای تنها، نه دوستی نه همبازی. همه بهش میگفتن تو مرد خونه شدی، ولی اون دوست داشت پسر مرد خونه باشه. دوست داشت یه پسر کوچولو باشه که هر شب باباش باش بازی کنه. خب دیگه حاج استیم و باج استیم، تو حوض نقره جستیم. سلام. چرا من زود بیدار شدی؟ دیشب خواب بابا رو دیدم. ماما درستی بعضی دوستان خواب ندارن؟ واجستیم.
تو حوز نورجسین.